تو همین کار دقت کردید؟ ضرباتی که کارگردان گفته به سر خودشون بزنن و یک سری کلمات رو به عنوان دیالوگ بیان کنن به کار ریتم میده و به صورت ضرباهنگ خودش نشون میده. ریتم یکی از مشخصه های اصلی برای نگه داشتن تماشاچی همگام با خود اثر هست. سلام، من سجاد هستم. اومدیم با یک برنامه دیگه ای از کارگاه کارگردانی و بازیگری با گروه هنری ساویس. میخواییم بریم سراغ پارت دو نمایش شینیون از آقای حسین پوریانیفر. میتونید برید پارت یک رو از توی کانالمون ببینید و اگر خواستید فیلم تات رو به صورت کامل مشاهده کنید میتونید از لینک سایت تیوال توی کپشن همین ویدیو اقدام کنید و با پرداخت هزینه کامل این فیلم تات رو تماشا کنید. پس تا دیر نشده بریم سراغ برنامه این هفته و حمایت یادتون نره. مال الکلش بمال. محکم بمال. بد جوری میسوزه. فوتش میکنی؟ میسوزه. مال الکلش. بادم الان خیلی میسوزه. هوا بده بهش خوب بشه. قرمز شده کلا. یکم التهاب شده پوستش. فکر میکنم درصد الکلش رو میبره بالاتر. پوستمونه دیگه واسم. کلم اینه اون جهنم داغ شده. باور کن همین نتونده پیازه سرمونو. تمام کرده الکلش زیادتر کرده. الکلش زیادتر کرد بیا. در نمیاد دیگه. بهتری؟ آره. مال من ولی میسوزه هنوز. بیا فوتش کنم. تو خودت نمیسوزه کلت؟ میسوزه، تعمل میکنم. این کلش اینه اون کله تمسا شده دیگه، حسه میکنه چیزی. کله داره تمسا؟ نداره؟ معلومه نداره. تمسا؟ کله نداره؟ این که تمسا با تأکید بگی باعث نمیشه کله در بیاره. حرف زور میزنی؟ آروم شو پوسته. تمسا کله نداره. چرا؟ کله داره؟ نه، منظورش اینه که پوست کلم کلفت شده. نه نه، دقیقا منظورم اینه که تمسا کله داره. میدونم، منظورم اینه. میخندم بهه. چش نداره تمسا؟ ربطی داره. چش داره یا نداره؟ داره، بگو داره بهر کنه دیگه. ربطی نداره آخه. چشمش رو کجاشه پس؟ چشمش رو سرشه. تو داری میگی کله، کله با سر فرق میکنه. کله با سر فرق میکنه. کله با سر فرق میکنه. نه نمیکنه، نمیدونم. برام کنید دست از سر کشر کله من بردارید. شما میتونید با استفاده از وسایل و ابزار صحنه و همچنین با استفاده از میزانسن هایی که میدید به کارتون ریتم بدید. بخشی از دادن ریتم به کار بر عهده و وظیفه کارگردان هست. تو همین کار دقت کردید؟ ضرباتی که کارگردان گفته به سر خودشون بزنن و یک سری کلمات رو به عنوان دیالوگ بیان کنن به کار ریتم میده و به صورت ضرباهنگ خودش نشون میده. ریتم یکی از مشخصه های اصلی برای نگه داشتن تماشاچی همگام با خود اثر هست. توضیحات دیگه در مورد ریتم توی برنامه های قبلی دادم، میتونید مراجعه کنید و حتما گوش بدید و یاد بگیرید. خاک دوست داره من، خاک تو این کله من. احمقا میگه بچه که نکرده قاطی کرده. میگم این قاطی کرده، تو هم قاطی کردی ها؟ معلومه قاطی میکنم. چند وقت افتادیم اینجا الان؟ خودتو چند سال اینجایی؟ من که چیز که من مثلا چند ساله؟ خب دارم فکر میکنم. مهش و بیتو الان چند سال اینجایی؟ یادم نمیاد. منم یادم نمیاد. اینم یادش نمیاد. اونم یادش نمیاد. انقدر موندیم اینجا دیگه همه چی یادمون رفته. میریم بیرون کم کم. کو؟ میدونی چقدر دیگه مونده تا اون تعداد کارتون مویی که میخواد تکمیل شه؟ اونم با این وضعمون که کشالی گرفتیم. اون وقت میگه قاطی کردی چرا؟ خب حالا ببخشید. نه با منه، من گفتم، تو نگفتی. باشه خب من معذرت خواهم. خیلی جالبه، تو اصلا حرف نزدی بخوای معذرت خواهی. تموم شد. چقدر شد؟ تموم شد. چقدر شد؟ چند تا تارمون شد؟ چقدر شد؟ بگو دیگه. بگو دیگه. بگو دیگه. عوضی زهر بزن آشخال. چقدر شد؟ کسافر لجن هرون زاده به دست.
چرا؟ خب حرف نمیزنه دیگه بلال، چه قشور تو؟ من میدونم فوش میدی. چرا؟ شرفندی کردن سر... دقت کردید؟ وقتی در خلال دیالوگ های این بخش که داشتیم با هم تماشا میکردیم دقت کنید میبینید داره اطلاعاتی از گذشته این مکان و این افراد به ما میده و این اطلاعات دادن تقریبا توی نیمه دوم کار هست که داره صورت میگیره. شما وقتی به عنوان یک نویسنده میخواین یک متنی رو بنویسید دقت کنید که لازم نیستش همون اول کار در ضمن چند تا دیالوگ کلیشه‌ای اطلاعات گذشته رو بدید. اطلاعات گذشته از مکان و فرد زمانی کارا خواهد بود که واقعا جا داشته باشه گفتنش. اگه دقت کنید توی سریال هایی که معمولا صدا و سیما پخش میکنه و سریال هایی هستش که بیشتر تولید صنعتی هست و فقط میخوان بسازن که تموم بشه، سعی میکنن توی یکی دو قسمت اول یه سری دیالوگ های کلیشه‌ای هر چیزی که در مورد گذشته هست رو در یک آن بیان کنن و دیگه خیالشون راحت بشه و در قسمت های بعدی صحبتی از گذشته این افراد برای دادن اطلاعات نباشه. همونطوری که بهتون توی پارت قبلی گفتم، این سیگارهایی که روی زمین بود و تعداد جعبه هایی که بود یکی از کاشت ها بود برای بیان گذشته افرادی که در اینجا هستن و گذشته این مکان که در اینجا دیدید به لفظ و به بیان هم برای شما نشون داده شد و گفته شد. چی میگی؟ بکشمه. 2999 تا. چی؟ نه 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 نه. یه تارمو پیدا کردم. یه تارمو پیدا کردیم با اون میشه 3000 تا تموم شد. اونو حساب کردم با اون یه تارمویی که پیدا شده میشه 2999 تا، بدون اون میشه 2998 تا. چی بودین؟ مایه زده بودم. تازه زده بودی که دوباره زدی؟ خب در نمیاد، با هم چیکار کنم؟ من که میگم اصلا به خاطر همین آشغالای شیمیایی کچلی گرفتیم، وگرنه مشکلی نداشتیم تا قبلش. من خودم هر 6 ماه بار موهام به یه حد معقولی میرسید کوتاه میکردم میرفتم تو جعبه، کچلی نداشتم. همینو نزنیم این 4 تا دونه شیویدم در نمیاد 3 ماه بار. مال منو کشیدی همشو؟ 24 ساعت بیدارم دارم مو میشمارم و یه پاکت سیگار چیزیه تو یه روز؟ مال خودتو که کشیدی، مال منم که تموم کردی. موهای عشابی هم که همون اول پاکتش تموم شد، الان سهمیه سیگارمون فقط همین یه پاکت مونده. ناراحتی نداره که میدن دیگه. حالا گوالا تا بدن زود به زود سیگار میدن که حالا هر را خواستن. چه شد؟ موهای سپید خوبی؟ خوابید؟ نفس میکشی خواب میگه خب چی کنم هر نشه بعد دیگه نکنم چی کنم بکتیزی میشه هر میشه ها میگم خب بردار خب سیگارشو نسوز علکی حروم میشه. وقتی شما میخواین یک کاری رو به عنوان یک کارگردان و نویسنده خلاق توش عمل کنید، اینی که اگر یک چیزی دارید میسازید و بیان میکنید که خلاف عادت و خلاف چیزی هستش که در دنیای رئال دیده میشه، باید یک قانونگذاری و یک بیان دلیل براش داشته باشید تا بتونه مخاطبونو بپذیره. من به شخصه توی چند باری که این کار رو نگاه کردم متوجه نشدم چرا چک کردن نفس کشیدن این افراد از پشت زانو انجام میشه. این یک سوالی که برای من بی جواب مونده. بیچی بخواب. با سیگارم چی کار داشتی؟ گفتم حروم نشه. نه نه خوبم میکشم. خواب بودی که؟ نه نه میکشم. چی شد؟
نمیدونم. تو چیکار کردی؟ من کاری نکردم، به من چه؟ کی چی کار کرد عصبانی شد باز؟ دستش خورده اشتباهی شد. ای بابا دیوونه شده اینم. اوه یادم رفت اینو بذارم رو اونو. بابا خیلی بازی در نیار دیگه، خوابم میاد میفهمی؟ اوه بچه ها این خیلی سبکه. چی کار کنیم؟ همین قد داد دیگه. نمیدونم ولی زایه نیستن قد سبک. حالا مدر بردیم کوتاه کردیم میریزیم روش. من میگم از این زیری ها که پرترن برداریم بریزیم روش سر به سر شیکن. بابا دست نزن به اینا، چهار تا کارت هم داشته باشیم یکم پر باشه همینا. بلش کن، راست میگه، بذار خالی نشون نده. موهای من بودا این. همش که مال تو نیست که، قاطی داره توش. نه این جعبه همش بلند موهاش. چه میدونی تو؟ میدونم این جعبه 44 نیست مگه؟ چرا؟ خب دیگه بلند همش، یادم قشنگ. خیلی خوب، کافیه دیگه. موهایی داشتم. این جعبه رو پر میکردیم یادم قشنگ پشمو داشتم. دیگه زر نزن دیگه، پشمو نداشتی؟ خفش پشمو داشتم یادشه این. ببین درسته خیلی وقت اینجایی ما هیچ یادمون نمیاد، ولی تو هیچ وقت پشمو نداشتی. والا اون موقع هنوز دستم تو نبودی. راست میگه پشمو داشت. زر میزنه واسه خودش. شما وقتی میایین توی سالن‌های کوچیک و اصطلاحاً بلک باکس اجرا می‌کنید، یک مشکلی که در اکثر سالن‌هایی که توی ایران هست باش مواجه میشید، نبودن فضایی برای ورود و خروج هست. یا اگر هم فضایی در نظر گرفته شده، در کنار اتاق گریم هست یا دری هستش که هم به اتاق گریم می‌خوره، هم به اتاق نور می‌خوره، هم به اتاق لباس می‌خوره، یا در جایی باز میشه که دقیقاً کنار تماشاچی‌ها هستش و جایی هستش که تماشاچی میشینن. به طور کلی اکثر مواقع اینطوری هست که در این گونه سالن ها استفاده از ورود و خروجی خود سالن تعبیه کرده برای بخش اجرا، بخشی که میره بازیگر وای میسه اجرا میکنه، مناسب نیست. اینطور وقتا معمولا کارگردان باید یک ایده‌ای در نظر بگیره که این ایده باعث بیرون زدن از کل طراحی کار نشه. در اینجا یک نکته بسیار درخشانی که استفاده شده برای ورود و خروج‌ها، استفاده از جعبه‌هایی هستش که موهای اینها در اون ریخته شده و برای خود مت این کار کاربرد داره و از طرفی برای ورود و خروج این افراد در نظر گرفته شده. چیا میگید شما مگه؟ اون موقع فقط من اینجا بودم، موهاش خرمایی و موهای سپید، تو رو هنوز نیاورده بودن اینجا. بعد از من کی جدیدتره اینجا؟ موهایش بلند. موهای سپید از همه قدیمی تره. چند وقت اینجایی؟ نمیدونم واقعا یادم نیست. تو همسرایان اودیت بوده. جدا؟ بازیگری یعنی؟ نه خود همسرایان بوده. یعنی چی؟ یعنی تو خود همسرایان بودم، تو کاخ اودیت. کاخ اودیت؟ چی میگه این؟ راست میگه. اهل کجاست این؟ کیتاریون. کجا؟ کیتاریون. کیتاریون کجاست؟ بابا این خیلی پرته. من قشنگ یادمه. آنتیگونه بچه بود. بابا این قشنگ خسته است. ولش کن بذار بخواب. داغونه وضعش. تنهایی چی کار میکرده اینجا؟ خودش تعریف میکنه، میگه اون وقتایی که تنها اینجا بوده پدرش در اومده، خودش موهای خودش رو کوتاه میکرده، کارتون میزده، تکی سخت تکی. الان چند تایی شدیم بهتره. ممکنه آدم بیاره باز؟ باید میدونم دیگه، گذشته خیلی وقته. اگه میخواست آدم اضافه کنه تا حالا دو سه نفری باید میومده. اینجوری هم که نمیشه آخه، ما هم دیگه مو در نمیاریم. این دیوونه رو نگاه، به خیالش فرق میکنه زدن نزدنش. زدنش که بهتره تا نزدنش. مال من
ولی هی هر دفعه که میزنم سوزشش کمتر میشه. همینه، زیاد که بزنی عادت میکنه پوستت بهش. معلومه، ولی عادت نکرده هنوز، میسوزه، بد میسوزه. تو کم میزنیشون. کم نمیزنم من، اندازه شما میزنم دیگه. کم میزنی، کم نزنی عادت میکنه زود. کم نمیزنم من، هر دفعه شما میزنی میزنم منم دیگه. کله منو مهیاش خرمایی عادت کرده چرا پس؟ کله تمساحی هستین شما جون. میبینی شروع میکنه باز. اندک دست کیه؟ دست کیه؟ دست من نیست. دست منم نیست. خب تا همینجا کافی هستش. اگه خواستید فیلم تئاتر رو به صورت کامل ببینید، همونطور که گفتم میتونید از لینک سایت تیوال در کپشن همین ویدیو مراجعه کنید، با پرداخت هزینه کامل تماشا کنید. امیدوارم از این برنامه هم لذت برده باشید و نکاتی که گفتم رو بتونید ازش بهره‌مند بشید و حتما حمایت کنید. برید صفحه اول کانال یوتیوب ساویس، دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله طلایی رو به صدا در بیارید. تا جلسه بعد منتظر ما باشید. تو اینستاگرام و کانال تلگرام ساویس هم از ما حمایت کنید. تا برنامه بعدی سلامت باشید.